یکی از غیر منطقی ترین رفتارها و اقدام های سنی تون رو در چند سال اخیر تخریب قبور و اماکن مقدس به بهانه شرک بودن آن است آنها در سوریه و عراق و برخی دیگر از نقاط جهان دهها مکان مقدس و قبر متعلق به پیامبران الهی و ائمه علیهم السلام و یا افراد سرشناس در تاریخ اسلام را منفجر و تخریب کردند در همین راستا اخیرا گروهی که خود را وهابیون لیبی معرفی میکنند به تخریب قبور و زریهای های موجود در این کشور اقدام ورزیدند همکارم علی اکبری گزارش میدهد منابع رسانه لیبی با انتشار گزارشی از تخریب برخی قبرهای موجود در یکی از قبرستانهای لیبی خبر دادند. این رسانه ها در این باره نوشتند گروهک های افراتی که مورد حمایت عربستان سعودی هستند در اقدامی تروریستی به تخریب برخی از اماکن تاریخی و اسلامی و نیز نمادهای موجود در این کشور اقدام ورزیدند این گروه های افراطی پیش از این به تعدادی از اماکن تاریخی و اسلامی حمله کرده و آن را منهدم کرده بودند اما بعد از اقدام موج شدید اعتراض و انتقادها متوجه آنها شد لذا کمی از فعالیت خود دست کشیده بودند اما این روزها سر و کله آنها دوباره پیدا شده است رسانه های لیبی افسودن گروه های افراتی اخیرا به بهانه تمیز کردن قبرستان سیدی ابن فافی در شهر تاج و را در لیبی وارد آن شده و چند ساعت بعد با تخریب تعداد قابل توجهی از قبرها آن مکان را ترک کردند این در حالی است که در لیبی تمیز کردن قبرها مانند بسیاری از کشورهای جهان وظایف شهرداری به شمار می رود. اما افراتی ها که دنبال اجرای طرح خبیسانه خود بودند این موضوع را بهانه قرار دادند در ادامه این گزارش آمده این خرابکاران افراطی زریح سیدی ابن وافی که از چهره های مورد احترام شهر بوده و یکی از زیارتگاه های مردم بوده را با خاک یکسان کرده و درختان زیتون که در کنار اتاقک که محل دفن وی بوده را قطع کردند و دیوارهای اتاقک را آتش زده و فورا محل را ترک کردند این گزارش همچنین افسود افراتیوم بدون احترام گذاشتن به احساسات و اعتقادات خانواده های افراد خاک شده در این قبرستان دست به تخریب آن زده و آن را ویران کردند.